به نام خدا و سلام خدمت دوستان عزیز تورم مشکلی که تاثیر مستقیم بر زندگی افراد میذاره تاثیر مستقیم بر معیشت افراد یک جامعه میذاره و اگر کشوری با تورم مواجه بشه بیشترین فشار به افراد کم درآمد اون جامعه میاد برای اینکه از این تورم ها جلوگیری کنیم و در جامعه زندگی کنیم که کمترین تورم داشته باشه یه سری از مسئولیت ها به دوش افراد اون جامعه است درسته که دولت ها باید از رشد تورم جلوگیری کنن تا جایی که ممکنه نذارن یک کشور با تورم روبرو بشه اما اینکه ما به عنوان افراد یک جامعه دست رو دست بذاریم و منتظر باشیم تا دولت مردها برای ما کاری کنن و کشور رو از این تورم نجات بدن مطمئنا دودش تو دو چش خودمون میره و بیشتر این ضرر رو خودمون میبینیم از اون جایی که تورم به افرادی که درآمد ثابتی دارن بیشترین ضربه رو میزنه با دقت کنن تو شغل هایی که هستن در کنار شغلشون به یک تجارت به یک بیزینسی روی بیارن تا از بیارزش شدن پولشون جلوگیری کنن البته بعضی از افراد میان تو این رشد تبرم ها حالا پولشون رو سرمایه گذاری میکنن تو ملک تو خودرو و یا اینکه طلا میخرن تا با تورم که یعنی قیمت تورم که بالا میره رشد تورم که بیشتر میشه ارزش این ملک ها ارزش این طلا یا ارزش این خود هم افزایش پیدا میکنه و طبیعتا این افراد به سودی که میخوان میرسن اما باید مقایسه کنید همونقدر که مالی که خریدیم رشد پیدا کرد در کنارش برای خرید اجناس دیگه هم باید, باید پول بیشتری بدیم تقریبا ما سودی نکردیم فقط از بی ارزش شدن پولمون جلوگیری کردیم وقتی گردش پول در یک کشور کم میشه اون چرخش پول از بین میره اون کشور روز به روز با تورم بیشتری مواجه میشه حالا بعضی با سپورت گذاری های تو بانک ها از این چرخش رو می‌کنن میکنن و برخی برای اینکه پولشون ارزش نشه میرن به سراغ خرید ملک خرید طلا یا خرید خودرو که اینم طبیعتا علاوه بر اینکه باعث رشد تورم میشه باعث بالا رفتن قیمت ها هم میشه برای اینکه جلوگیری کنیم از این تورم و ما به عنوان یک شهروند به عنوان یک کسی که توی کشوری زندگی میکنیم کمک کنیم به خودمون به جامعهمون چون هرچقدر جامعهمون مرفه تر باشه ما در شرایط بهتری زندگی میکنیم و طبیعتا راحت تر میتونیم به مایحتاج زندگی خودمون برسیم باید از استوب شدن پول از راکت شدن پول جلوگیری کنیم اینکه بیایم حتما یک مالی بخریم نگهش داریم وقتی قیمتش رفت بالا بفروشیم اشتباهیه که باعث میشه ضررش برگرده به خودمون بیایم به جای این کار این پولا تو چرخه قرار بدیم حالا با خرید و فروش محصولی در کنار هر شغلی که داریم میتونیم از رشد تورم جلوگیری کنیم حالا این خرید و فروش رو ما اگه به صورت صادرات بهش نگاه کنیم به این صورت که چون دولت ها برای اینکه گردش مالی کم شد یعنی گردش پول در کشور کم شد میان پول چاپ میکنن یعنی خلق پول میکنن تا این میزان پولی که در این چرخش باید وجود داشته باشه ثابت بمونه و از تورم جلوگیری بشه اگر ما تو بحث صادرات شرکت کنیم به این صورت که یه محصولی رو به عنوان کالای تجاری خودمون در نظر بگیریم و اونو از کشور خودمون حالا به کشورهای همسایه حتی صادر کنیم طبیعتا یک ارزی و یک پولی و وارد کشور خودمون میکنیم و این وارد شدن پول به کشور ما و اگر اون پول دوباره در کشور به گردش در بیاد طبیعتا جلوی اون خلق پول رو میگیره و دولت ها دست به خلق پول نمیزنن و این خودش یک راه حل برای جلوگیری از تورم حالا این محصول میتونه تو هر استان یا تو هر شهر که زندگی میکنیم از محصولات تولیدی کارخونه ها باشه از محصولات تولیدی کشاورز ها باشه مهم اینه که ما خودمون وارد این چرخه بشیم دست رو دست نذاریم و به عنوان یک شهروند سعی کنیم یک گوشه از کار رو بگیریم و حتی به صورت خیلی کوچیک به بیزینسی بپردازیم چه بحث داخلی باشه و اگر اینو گسترشش بدیم و بحث صادراتی بپردازیم مطمئنا اون ارزی که وارد کشور میکنیم از اون تورم جلوگیری میکنه تو بحث داخلی هم اگر شرکت کنیم به این صورته که چون اون پول و سرمایه گذاری نکردیم توی یک جای ثابتی و استوپش نکردیم اون پولو و پول چون در چرخش هست نه تنها خودمون به یک درآمدی میرسیم بلکه یک سری افراد که مربوط به بیزینس ما میشن حالا یه سری افراد که تولیدی دارن یه سری افراد که تو بحث هم نقل هستن اونها هم تو این چرخه شرکت میکنن و طبیعتا این درآمدها تاثیر رو زندگی همه شهرونده ها میذاره تاثیر تو زندگی همه ایرانی ها میذاره و ما با نشستن و با داشتن یک درآمد ثابت و نگاه کردن به دست دولت ها مطمئنا نمیتونیم از رشد این تورم جلوگیری کنیم پس هرچه زودتر بیایم برای اینکه جلوگیری کنیم از رشد تورم راه تجارت رو پیش بگیریم مخصوصا تو عرصه صادرات چون صادرات نه تنها درآمد بیشتر میشه بلکه ارزی که وارد کشور میکنیم باعث جلوگیری از خلق پول میشه که اون چاپ کردن و خلق پول بزرگترین عامل تورم در هر کشوری میتونه باشه موفق و پیروز باشد